سلام وقتتون بخیر باشد عزیزان و دوستان همراه کلینیک دامپزشکی نگاه اولین ویدیو از مجموع ویدیوهای آموزشی در حقیقت نگاه آی ایجوکیشن رو با هم دیگه خواهیم داشت ویدیوهای ما مدل ها و سبک های مختلفی خواهد داشت یکی از آنها همون ایمیج ارکاگنیشن خواهد بود که الان با هم دیگه پارت اولش رو خواهیم داشت و سعی میکنیم خیلی طولانی نشه یه مقدار خوندن عکس های چشمی رو و در حقیقت چیزهایی که میبینیم و درمان هایی که میتونیم براشون بذاریم رو با همدیگه مرور خواهیم کرد که زیاد هم حوصله شما رو در حقیقت سر نبریم ارز کنم خدمت شما یکی از رایش ترین هایی که شما خواهید دید در حقیقت توی کلینیک های دامپزشکیتون همین آرزه ای است که تو این تصویر میبینید و اون هم بهش میگن سکوستروم قرنیه یا کورنیار سکوستروم حالا من میگم خیلی نمیخوام هاشیه برم میرم سر اصل مطلب و توضیحات رو خدمتتون میدم اولین چیزی که برای خوندن این عکس ما مد نظرمون هست و بهش دقت میکنیم این هستش که رنگامیزی فلورسین در حقیقت انجام شده تو این تصویر و مشاهده میکنید که رنگ دور چشمای حیوان هستش حالا درسته با نور کوبالت نگاه نمی کنیم ولی عملا نمی بینیم که این رنگ خیلی رو سطح قرنیه در حقیقت وجود داشته باشه و دیده بشه نکات مهم دیگه که تو این تصویر مشاهده می و من سعی میکنم که بهش اشاره بکنم یا حالا با پوینتر یا با پن خدمت شما نشون بدم اول از همه این در حقیقت قسمت قهوه رنگی هست که روی سطح قرنیه میبینید و اون در حقیقت اون اصلی ترین چیزی هستش که ما مد نظرمونه و همون سکوستروم قرنیه هستش که میبینید کاملا روی سطح قرنیه تفاوت رنگ رو مشاهده میکنید و چیز دیگه که روی قرنیه برای ما جلب نظر میکنه این خطی هستش که من در حقیقت اینجا میکشم که معمولا یک همچین تصویر و شکلی رو که شما میبینید میتونه ما رو بیشتر مشکوک بکنه به اینکه این به احتمال زیادی یک زخم قرنیه توی این ناحیه وجود داره حتی اگر رنگ نگرفته باشه با نور سفید که ما داریم میبینیم چون ما الان تصویرش با نور کوبارت در حقیقت نداریم ولی این رو ما میتونیم اینجا حدس بزنیم که این خط میتونه یک زخم قرنیه باشه با توجه به وجود این سپاس حالا مطمئنا خیلی که سکوستروم قرنیه چی هست من یک اشاره خیلی سریع میکنم این در حقیقت یک لایه از سلول های نکروز شده روی سطح قرنیه است که به زودی و به احتمال زیاد باید بدن شروع کنه اون رو در حقیقت از خودش دور کردن و اون رو از بین ببره و اون رو در حقیقت هضمش بکنه ولی داستان روی سطح قرنیه به راحتی جاهای دیگه بدن نیست و خیلی قضیه میتونه متفاوت باشه و به این راحتی این داستان حذف شدن سلول های نکروزه تو قرنیه و تو چشم اتفاق نیفته حالا بهش اشاره خواهیم کرد اما چیزی که ما الان داریم در حقیقت همون بافت نکروزه روزه ساعت روی سطح قرنی است به اسم سکوستروم که میتونه شکل و رنگ‌های مختلفی رو در حقیقت به خودش بگیره از قهوه‌ای خیلی روشن تا مشکی خیلی تیره که بهش میگن جت بلک میتونه تو این طیف رنگی در حقیقت مشاهده بشه و بسته به نژاد و حیوانی که ما میبینیم ممکنه که خیلی متفاوت باشه اول اصلا باید بدونید که توی گربه ها بسیار 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 رایج هست و تو اسب و سگ مواردش بسیار 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 نادره در حد چند نمونه ریپورت شده توی کتاب ها هست و معمولا تو گربه ها شما این رو مشاهده میکنید علتی که میتونه داشته باشه چیه معمولا علت های زمینه مختلفی وجود داره از جمله ویروس هرپس از جمله خشکی های چشم که گربه به خصوص گربه مثل گربه پرشین که اکثرا سطح قرنیه شون تا یه حد خیلی زیادی دچار کیفیت پایین اشک و خشکی چشم کیفیتی هستش و مشکلات مثل انتروپیون یا زخمای عود کننده قرنیه یا در حقیقت مژههایی که ممکنه مثل دیستیکیاسیس یا تریکیاسیس رو سطح قرنیه شروع کنن به ایجاد استکپاک و تحریک اینها میتونن باعث ایجاد سکوستروم از عوامل در حقیقت مستعد کننده چشم به ایجاد سکوستروم باشن به عنوان مثلا این تصویر رو میبینیم حالا من یه بار سری برمیگردم به تصویر قبلی شما تو این مورد که سکوستروم رو میبینید قشنگ دارید مردم که چشم رو مشاهده این یکی چیزی هست که ما باش کار داریم در حقیقت ولی تو این تصویر شما یه سکوستروم خیلی 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 بزرگ میبینید و عملا مردم که چشم رو هم نمیتونید مشاهده بکنید که این یک سکوستروم خیلی وسیع هستش میبینید چقدر رنگش تیره هست و در حقیقت همون رنگ جت بلکی هست که خدمتون اشاره شده اما خیلی اوقات هم ممکنه که خیلی سکوستروم های کوچیکتری ببینید و میبینید که تفاوت رنگی رو کاملا مشاهده میکنید اینجا روی سطح قرنیه که یه مقدار در حقیقت قهوه تیر رنگ تر هست و بعد قهوه روشن و باز اون ناهمواری رو شما توی این مرکز در حقیقت مشاهده میکنید بخوام اینجا با پن براتون نشون بدم این عروقی که در حقیقت شما مشاهده میکنید اینا عروق کاملا نرمال و طبیعی هستن توی گربه هایی که آیریس های در حقیقت روشنی دارن این خیلی راحت تر دیده میشه مثل این بیمارمون که دارید مشاهده میکنید و خب این زایر هم که کاملا اینجا به صورت مشخص و واضح مشاهده میکنید که میتونه معمولا همراه با زخم قرنیه باشه که تو این ناحیه معمولا ما معمول زخم قرنیه میتونیم بگیم داریم از روی این تصویر که داریم با هم دیگه میبینیم و این در حقیقت مردمکی که ما اینجا میبینیم خیلی برامون اهمیت داره در یوویت ها حالا بهش اشاره در حقیقت خواهیم کرد که داستان به چه شکله من دوباره پوینتر لیزر رو بیارم و بریم سراغ تصویر بعدی و این یکی از تصویرهایی است که الان میخوام یه بیشتر در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم و نظرتون رو جلب بکنم روی یه سری نکات خیلی مهم توی این تصویر یکی از مهمترین چیزهایی که ما توی این تصویر مشاهده میکنیم حالا بخوام از بیرون به داخل تصویر در حقیقت صحبت بکنیم که همین قضیه رنگامیزی فلورسین هست که اینجا مشاهده میکنیم ولی چون از اون رو کوبالت استفاده نکردیم نمیتونیم شاید زخم رو به کامل ببینیم وسعت سکوستروم رو برو مشاهده میکنید چقدر هست وقتی من اینجا خط میکشم دیگه ناحیه بالاییش رو عملا ما خیلی تو این تصویر نمیبینیم رفته زیر این رگ که میبینید اینجا اومده این رگ ها بسیار برای ما خوب و کمک کننده هستند اینا رگ های در حقیقت سوپرفیشیال هستن روی سطح قرنیه یا رگ های سطحی هستن از کجا متوجه میشیم که رگ های سطحی هستن از روی شاخه شاخه بودنشون که تو این گوشه تصویر میبینید مثل شاخه درخت میمونه اینا رگ سطحی هستن و سوپرفیشیال هستن دارن حرکت میکنن میان کجا دارن حرکت میکنن میان به سمت زخم های قرنیه یا حتی در بعضی مواقع به سمت سکوئستروم هایی که روی سطح قرنیه هست حتی اگه زخم وجود نداشته باشه تو روی سیکوستروم. ولی تو این تصویر چیزی که برای ما خیلی اهمیت داره و دوست دارم یک لحظه بهتون نشونش بدم خیلی بهتر درکش بکنید این ناحیه ای است که من دارم با پوینتر نشون میدم و میبینید که شکست نور رو ما داریم اینجا و همینطور توی این قسمت این دقیقا داره مارجین زخم رو ما نشون میده که ما اینجا یک زخم قرنیه خیلی واضح داریم که بدون هر گونه رنگامیزی شما کاملا میتونید این رو در حقیقت ببینید حالا خط من خیلی دقیق در نیامد ولی بدون هیچ گونه رنگامیزی شما میتونید این زخم قرنیه رو در حقیقت اینجا ببینید خیلی واضح و مشخص یعنی ما یه سکوستروم خیلی بزرگ داریم یه زخم قرنیه روش داریم و اینجا متعاقبش میبینید رگزایی خیلی زیادی داریم که این رگها ممکنه ظاهر خیلی خوبی نداشته باشن ولی بسیار برای ما مفید هستن و میتونن کمک بکنن به اینکه خیلی زودتر اون زخم قرنیه خوب بشه و حتی در طولانی مدت به از، به افتادن و برداشته شدن این سکوستروم هم میتونن به درش بهمون به کمک بکنن در حقیقت پس اینو حتما مد نظر داشته باشین که تو این موارد شما حتما 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 باید این زخم قرنیه رو شروع کنیم به درمان کردن و یه نکته خیلی مهم که گفتم باش کار داریم در مورد انویه شما اینجا انویه رو میبینید که چقدر انویه کوچولو هستش و چقدر جمع شده یه بخشش به خاطر نوری هستش که ما داریم عکس میگیریم ولی یه بخش زیادیش به خاطر این زخم قرنیه و این سکورستروم و این یوویدی هستش که متعاقب این زخم قرنیه ایجاد میشه پس خیلی باید همیشه حواسمون باشه به یوویت هایی که متعاقب زخم قرنیه ایجاد میشه به خاطر اینکه یوویت ها میتونند باعث بشند که در حقیقت عوارض جبران ناپذیری روی چشم گربه ها یا سک ایجاد بشه و استفاده کردن از داروهای میدریاتیک در حالی که فشار چشم رو تحت کنترل داریم خیلی خیلی میتونه کمک بکنه داروهای مثل تروپیکامید یا آتروپین یا فنیلیفین بسیار میتونن داروی مهمی باشن و بسیار داروی مفیدی باشن در مواقعی که ما یوویت داریم و یوویت ها وابسته به در حقیقت زخم قرنیه هستش با چند تا کاری که انجام میدن اول از همه بلاد آکوس برگیر یا صد خونی زلالیه رو استیبل میکنه مثلا داروی مثل آتروپین نه ولی اثر میدیاتیکی که همشون دارن کمک میکنن که در حقیقت درد کم بشه توی چشم و دومین کاری که میکنن اثر زده دردی آتروپی خب خیلی بیشتر از تروپی کامیدا فیلم و کاری که همشون میکنن این هستش که مردمک رو باز میکنن و از چسبندگی هایی که ممکنه انرژی به لنز یا عدسی پیدا بکنه جلوگیری میکنن و کمک میکنن که در حقیقت <سیبا> اون پوستریور سینکی ها شکل نگیره و عوارض ناشی از زخم قرنیه رو خیلی ما میتونیم کمترش بکنیم پس اون همیشه مد نظر قرار بدید. اما خیلی اقا سکوهستروم ها مثل این تصویر میبینید هیچ گونه دنگی رو شما رو سطح قرنیه نمیبینید سکوهستروم قشنگ رو سنترال قرنیه وجود داره و هیچ گونه در حقیقت وجود نداره این یکی از مواقعی هستش که ما به افتادن سپارستروم ها به صورت خود به خودی شاید خیلی امید نداشته باشیم گرچه امکانش هست ولی در این مواقع توصیه شده که بهتره که جراحی انجام بشه و کراتکتومی در حقیقت انجام بشه یا لامرال کراتکرات انجام بشه حالا فیلم کراتکتومی به صورت خیلی کوتاه توی شورت ویدیو توی کانال یوتیوب هست ولی در آینده ویدیوهای بیشتری از اون شعر خواهیم کرد از جراحی ها ولی کاری که میشه برای این جور کیس ها انجام داد انجام جراحی در حقیقت کارتکتومی هست و برداشتن این زایه هست ولی خیلی اوقات ما یه همچین سکوستروم هایی داریم میبینید که یک رگزایی خیلی زیادی در اطراف این سکوستروم وجود داره رگهای سطحی اومدن و دور زایه رو گرفتن و کاری که اینها انجام میدن در حقیقت دارن یک بافت گرانولیشن بافت فیبروتیک زیر این سکوستروم میسازن مثل این تصویر با این رگهایی که میبینید و بعد اتفاقی که میفته اینه یعنی که این سکوستروم رو در حقیقت شروع میکنن به انداختنش یعنی این بعد از یک تایمی میفته اگر که این رگ ها بیان و حالا کمک بکنم به این تشکیل این بافت و بعد از اینکه میفته یه ای همچین منظره ای رو ما ممکنه داشته باشیم و ببینیم که در حقیقت فقط جای اون به صورت یک بافت فیبروتیک در حقیقت همراه با باقی مونده رگ ها ممکنه دیده بشه ولی چیا میتونه کمک بکنه به افتادن بهتر این استفاده از داروهای لوبریکنت مثل مثلا ژل های چشمی مثل لیپوزیک یا یا اشکای مصنوعی به صورت مکرر یا اشکای مصنوعی که نگه ندارن مثل آرتیپی که ادوانس اینا میتونن کمک بکنن به افتادن این در حقیقت سکوستروم از روی سطح قرنیه و این میتونه خیلی اون حالت دیسکامفورت و درد و اذیتی که حیوان داره تو این مواقع رو تا یه حد زیادی کمک بکنه و کمتر بکنه که خیلی وقت موقع پلک زدن این درد و این اذیت رو چشم حیوان خیلی بیشتر هست من یکی مروری بکنم اسلایت ها رو ببینم اگر چیز دیگه نیست که من بخوام براتون توضیح بدم روی این اسلایت ها قسمت اول رو با هم به پایان ببریم و اگر سوالی داشتید میتونید توی کامنت ها در حقیقت برامون بذارید و ما سوالاتون رو جواب میدیم اگه راه ارتباطی دیگری هم خواستید که در اختیارتون قرار میدیم و میتونیم با هم دیگه بیشتر در ارتباط باشیم امیدوارم که این پارت اول بتونه تا یه حدی براتون مفید بوده باشه و بتونیم که در حقیقت پارت های بهتر و ویدیوهای آموزشی خیلی کامل و خوبی رو بتونیم براتون ایجاد بکنیم که بیشتر هم پرکتیکال باشن در حقیقت خیلی متشکرم ازتون وقتتون بخیر باشه